شما لاریجانی، بعد از بالا گرفتن خبر بزرگترین اختلاس تاریخ که در نظام بانکی کشور رخ داده، معروف به اختلاس 3000 میلیاردی، و بعد از اینکه دیگه نمیشد واقعا خبرهاش رو انکار کرد و دهن به دهن بین همه چرخیده بود، مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه‌ای که از تعطیلات برگشت، در یه جلسه غیرعلنی 4 ساعته که تقریبا کم نظیر بود، اگه نگیم بی‌نظیر بود، به بررسی ابعاد این فاجعه پرداخت. بعد اعلام شد که حتما برخورد میشه. نهایتاً وزیر اقتصاد رو به مجلس فراخوندید و اون جلسه برگزار شد و شما در اون نطق تاریخی از ایشون دفاع کردید و خطاب به نماینده ها گفتید که عذرخواهی کرد، ببخشیدش، و بعد در نهایت رأی گیری شد و خب ایشون مجلس کسی رو که در سیستم زیرمجموعش بزرگترین تخلف مالی که مردم قادر به شمردن صفرهاش هم نبودن رخ داده بود و قابل اعتماد دونست و اجازه داد دوباره برگرده سر کارش. همون زمان خبرهایی بود مبنی بر این که چند نماینده که 3 نفرشون شاخص بودن و فرزندانشون در ماجرای تخلف کلان مالی نقش داشتن، مورد بازجویی قرار گرفتن، حتی بازداشت شدن، و در نهایت اعلام شد که 3 نفر از اونا که بعضیاشون در جایگاه ریاست کمیسیون‌های بسیار مهم مجلس قرار دارن، با قرار وثیقه آزاد شدن. سوال بنده اینه که آیا نقش آفرینی چند نماینده مجلس در اختلاس بزرگ رو تایید می‌فرمایید؟ اگر تایید می‌فرمایید، آیا اعتماد به وزیری که بزرگترین فساد مالی در زیر مجموعش صورت گرفته و با عنوان عذرخواهی کرد و ببخشیدش، رأی نماینده ها بهش رأی اعتماد دادن، آیا به دلیل این نیست که اونها اسنادی در اختیار دولت بوده که ممکن بوده در این زمینه فاش کنه؟ و اگر این اتفاقات افتاده و این تایید میکنید که این 3 نماینده چند نماینده نقش آفرینی کردن، برخورد مجلس و شخص شما به ریاست مجلس چیه؟ متشکرم. البته من با نظر شما موافق نیستم که یعنی نقش آفرینی افراد داشتن در این موضوع. چیز پنهانی هم نیست، عرض میکنم خدمت شما منطق کار رو. این در مورد نماینده هم که فرمودید 3 نفر، آقای نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 موضوع رو رسیدگی کردن و در مجلس علناً موضوع رو شفاف بیان کردن که چنین اطلاعاتی که شما می‌فرمایید حداقل ایشون ندادن، گفتن ما به چیزی که نمایندگان درش دست داشته باشن نرسیدیم. اما ما از ابتدا گفتیم دست دادستان کل در رسیدگی به این موضوع باز هست. ما در مجلس هیچ خط قرمزی نداریم، می توانن همه چیز رو رسیدگی کنن و هیچ اشکالی هم ما نمیبینیم. کمیسیون اصل 90 در رسیدگی خودش به این موضوع نرسید و البته قوه قضاییه حق داره رسیدگی بکنه، اشکالی هم نداره. این نکته نخست که شما چون اینو پایه قضاوت قرار دادید. نکته دوم در مورد بحث 3000 میلیارد، همون ابتدا هم ما در جلسه در مجلس به این موضوع و ابعادش که نگریستیم، تصور ما این بود که حادثه عظیمی است و این فساد بزرگ حتما با ریشه کن بشه اقداماتی صورت گرفت. اولین کار کمیسیون اصل 90 بود که مورد حمایت قرار گرفت. کمیسیون اصل 90 رو مأمور کردیم که این مسئله رسیدگی کنه. این کمیسیون بررسی نسبتا همه جانبه ای کرد و گزارش اول خودش رو ارائه داد و شما مشاهده کردید که مجلس اغمازی در این زمینه نداشت. هنوز هم بررسیاش در حال ادامه دادن هست و ممکنه در آینده گزارش بعدیش هم به مجلس بیاد. این از نظر کار مجلس. مسئله بعدی این بود که در روند رسیدگی در سران 3 قوه که ما بحث کردیم، اونجا بحث شد که همه قوا هم نظر باشن برای ریشه کن کردن این فساد و خط قرمز در این زمینه هم وجود نداشته باشه. خب مهمترین مسئله برای ما این بود که کاملا این موضوع به صورت درست رسیدگی بشه. یکی از مسائلی که برخی از نمایندگان نظر داشتن این بود که وزیر اقتصاد از کار برکنار بشه، به همین دلایل که افکار عمومی این رو انتظار داشت، چون بعد در زیر مجموعه او، حالا زیر مجموعه مستقیم نه، ولی به هر حال این حادثه رخ داده بود. من این رو تایید میکنم که افکار عمومی رو میپذیرفت که یه همچی کاری صورت بگیره، لکن با توجه داشته باشیم خود این 3000 میلیارد و این پرونده یه شوک بزرگ به اقتصاد بانکی ما بود، هنوز هم هست. ما در هر اقداممون باید
بسنجیم، کاری بکنیم که هزینه رو زیاد نکنیم. مهمترین مسئله این بود که حالا اینکه این شوک ایجاد شده طبیعی هم هست، این هزینه رو باید داد، اما خود این پرونده باید درست رسیدگی بشه و یه چالشی به وجود نیاد که این مسئله مفقود بشه. گاهی یه مسئله مهمی در کشور ما مطرح میشه، یک مرتبه مواجه میشیم با یه سری حواشی که این سایه میندازه رو اصل موضوع. خب اگر دولت میپذیرفت که وزیر اقتصاد رو کنار بگذاره، که من خودم هم پیشنهاد دادم، این با هزینه کم جلو میرفت، احترامی هم به افکار عمومی بود، یک وضعیت اقتصادی کشور هم دچار چالش جدیدی نمیشد. اما خب این نشد، این نپذیرفتن. حالا دلایلی که من در صحبت خودم هم عرض کردم، خب حالا اگر نپذیرفتن معنیش اینه که ما یک چالش جدید ایجاد بکنیم و در فضای کشور یک نابسامانی اگر در یه جای به وجود اومده مشکل بانکی رو تشدید کنیم، چون به طور طبیعی در استیضاح همین مسائل پیش میاد و ممکنه مدت ها طول بکشه تا یه وزیری در این مسند قرار بگیره. اگر خودشون استعفا میدادن وزیر دیگه میذاشتن این چالش نبود، بنابراین پرونده‌ای که روی زمین مونده این مسئله ایجاد نمیکرد و جلو میرفت، اما یه چالش جدید ایجاد کردن میتونست خود این پرونده رو توی مسیر دیگه قرار بده. لذا وقتی که سبک سنگین میشد آدم احساس میکرد که این مسئله میشه هر زمان دیگه هم رسیدگی کرد، این نباید سایه بندازه رو اصل موضوع. ضمن اینکه خب حالا وزیر اقتصاد هم اومد و گفت اگر قصور شده من عذرخواهی میکنم، حالا شما این مسئله رو اصل موضوع قرار دادید. اون نگاهی که مجلس داشت این بود که به هر حال این مسئله مد نظر هست، ولی با وضعیتی که شوکی که برای بانک به وجود اومده، ما نمیخوایم این مسئله کل فضای اقتصادی کشور رو نابسامان کنه و این مسئله میتونه بعدها اگر قوه قضایی رسیدگی کرد جدیتر مجلس با اون مسئله مواجه بشه. لذا با این منطق مسئله رو مورد توجه قرار بدیم.